دیداری که شاهنشاه و شهبانو از فرانسه می نمایند بین سایر دیدارهای رسمی که امسال از فرانسه شده بیمانند و بی‌نظیر است. ژنرال دوگل با این کلمات به شاهنشاه در موقع پیاده شدن از هواپیما خیر مقدم گفتند. کشور فرانسه از بازدید شما یک دنیا افتخار می کند. کشور ما ایران را از قرنها پیش شناخته و می داند که شخصیت ملوکانه چه نقش مشکلی در نبرد امروزه دارند. فرانسه می داند که شاهنشاه تا چه حد به ملت خود علاقمند و از طرفی در جهان چه شخصیت ضروری برای برقراری صلح می باشند. در جواب سخنان رئیس جمهور فرانسه، شاهنشاه فرمودند ما خوشبختیم که خود را در این کشور که از مدتها پیش روابط دوستی داشته میابیم. اتحاد ما برای برقراری اصول مشترکی که هدف زندگی ما میباشد پایه‌گذاری شده و برای این شرط بدون درنگ جان خود را میدهیم. در همان روز ژنرال دوگال، شاهنشاه و شهبانو را برای نهار به کاخ الیزه دعوت نمود. در اینجا نخستین فرصت برای صحبت درباره اوضاع سیاسی پیش آمد و در مدت این دیدار سه روزه چند بار دیگر مذاکرات بر مبنای دوستی و نزدیکی بیشتر و محکم کردن روابط بین ایران و فرانسه گفتگو شد. در حالی که رئیس جمهور به همراهی خانم دوگل به استقبال شهبانو آمدند، هیچ کس در فرانسه، دانشجوی ساده و بی‌آلایشی که 2 سال پیش در پاریس مشغول به تحصیل بود، فراموش نکرده است. پس از صرف نهار، اعلیحضرت محمد رضا شاه پهلوی و ژنرال دوگل برای مذاکرات درباره همکاری بیشتر بین دو کشور ملاقات کردند. در همین وقت شهبانو فرح به دیدن پرورشگاه دولتی در یکی از بخش‌های پاریس رفتند. شهبانو زیباتر از همیشه حالت یک مادر جوان را به خوبی نشان می‌دادند. شهبانو پر از محبت دست به طرف کودکان ناشناس دراز می کردند. در چهره این کودکان حالت فرزند خودشان شاهزاده خردسال رضا پدیدار بود. سپس شهبانو به همراهی آقای آندره مالرو نویسنده مشهور که وزارت امور فرهنگی را ژنرال دوگل به ایشان سپرده اند به موزه ژودپوم رهسپار شدند. در این موزه معروفترین نقاشی های قرن 19 که پایه و سرچشمه تحول هنری امروز می باشد جمع‌آوری شده. در موقع خروج گروهی از مردم پاریس که شهبانو را شناخته و ابراز احساسات می نمودند دیدن موزه خاتمه یافت، در حالی که شهبانو با لایق‌ترین راهنمای خود از موزه خارج می شدند. شب در کاخ الیزه رئیس جمهور و خانمشان مجلس ضیافت با شکوهی به افتخار مهمانان خود ترتیب دادند. در این ضیافت که میدان رقابتی بین شیک پوشی و سلیقه پاریس از طرفی و شکوه و جلال مملکت 1001 شب از طرف دیگر بود، کلیه شخصیت‌های سیاسی و سیاستمداران شرکت داشتند. مدعوین که تعدادشان بیش از 200 نفر بود سر میز شام جا گرفته. سفره دستکار که ستاره های طلایی آن در نور 14 شمدان قدی نقره منعکس می شد فرصت مناسبی برای شاهنشاه و ژنرال دوگل برای بیان پایداری صمیمیت بین دو کشور بود. روز بعد شاهنشاه و شهبانو توانستند از صنایع اتومبیل سازی فرانسه در کارخانه های پواسی دیدن کنند.
و در بین ابراز احساسات کارگران در حالی که از تمام قسمت‌های کارخانه دیدن می‌کردند توانستند مراحل مختلف ساختمان یک اتومبیل را از نزدیک دیدن کنند. کمی دیرتر در حضور شهبانو کلکسیون لباس‌های فصل زمستان نمایش داده شد و یک بار دیگر مد و سلیقه هنرمندان فرانسه مورد توجه قرار گرفت. در مقابل شهبانو مدل‌های بزرگترین مؤسسات برش لباس یک خانم را در ساعات مختلف روز نشان دادند و بدین ترتیب مؤسسات بزرگ دوخت فرانسه از شهبانو که با ذوق و سلیقه نادر و به خصوصی معرف این هنرمندان می باشند تشکر کردند. در هتل کریون شاهنشاه و شهبانو در میان مجلسی که از نویسندگان و بزرگترین شخصیت‌های آکادمی فرانسه و آکادمی گونکور تشکیل شده بود، در مراسم اهدای جایزه هاشت لاروس به آقای کابولی، دانشجوی جوان ایرانی برای رساله‌ای که نوشته‌اند، شرکت کردند. در رساله آقای کابولی که به این جایزه نائل شدند یادآوری شده که در موقع حفر کانال سوئز کتیبه‌ای پیدا شد که نقل از عبور 700 کشتی داریوش بزرگ از دریای سرخ به دریای مدیترانه کرده. همان شب در وزارت دریانوردی که پنجره‌های آن به روی میدان کنکورد باز می‌شوند، شاهنشاه و شهبانو مهمان کمیته جشن شهر پاریس بودند. شب شاعرانه و در این حال مجللی بود، شبی که قلب پاریس برای ایران می تپید. ولی حساس ترین لحظه این دیدار چند روزه هنگام افتتاح 7000 سال هنر ایران در کاخ کوچک است که اختصاص به این نمایشگاه داده شده. وزیر امور فرهنگی به استقبال شاهنشاه و شهبانو آمدند و به همراهی ژنرال دوگل اولین کسانی بودند که از این نمایشگاه بسیار جالب دیدن می کردند. در میان آثاری که حاکی از تمدن و عظمت و هنر کشور پهناوری است که نخستین آثار تمدن آن در زمانهای ما قبل تاریخ می باشد، در میان اشیای گرانبها و نفیسی که وجود یک ملت هنرمند و هنر دوستی را که تمدنی را احیا کرده و تا به امروز نگاه گیتی به رویش تابان است آشکار می باشد. پس از این نگاه به گذشته، نگاه به گذشته دور افتاده، در حالی که بدون گسستگی به امروز برمیگردیم، دیدار شاهانه ایران همراه با خاطرات بسیار شیرین به پایان میرسد. خاطره ایران در قلوب مردم فرانسه پیوسته از طی قرنها پیش زنده و جاویدان بوده و با دیدار شاهنشاه احساسات پاک دو ملت به هم نزدیکتر شدند.